بسم الله به نستعين، الحمد لله رب العالمين، والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه آموزش زبان عربی به درس ششم مجموعه دروس کتاب دوم العربیت بین یدک رسیدیم که در زمینه العنایت بالصحه است. این آخرین درسی هست که در این بخش کتاب، یعنی اهمیت دادن به سلامتی هست. در این بخش ما متنی رو داریم که اون متن رو انشاءالله سعی خواهیم کرد که با هم بفهمیم، اگرچه مقداری واژه های بیشتری در این متن وجود داره. متن در زمینه دخانیات هست، سیگار هست، ضرر سیگار هست، واژه های مرتبط با این موضوع و بیماری های مرتبط با این موضوع رو باش آشنا خواهید شد. فقط مقداری باید با دقت بیشتری متن رو با هم بررسی کنیم و بعد از این گوش کنیم تا اینکه در فهم متون مهارت لازم رو به دست بیاریم. میایم روی متن و خود متن رو با هم بررسی میکنیم، مطالبی که درش وجود داره رو با هم نگاهی میندازیم. بعد از این میایم و قرائتی رو باز با هم گوش خواهیم کرد. من اضرار التدخین، از ضررهای سیگار کشیدن. تدخین، دخن و دخن و تدخین یعنی سیگار کشیدن. انتشر التدخین و کثرت نسبت المدخنین. انتشر التدخین، انتشر و پخ شدن، زیاد شدن سیگار کشیدن. کثرت بازم به همون معنا، نسبت المدخنین نسبت یعنی عددشون، جمعیتشون زیاد شده فی هذا العصر. مما ينذر بزياد المشكلات الصحيه، انذر ينذر انذار و معنای هشدار دادن، هشدار میده بر مشکلات صحت و سلامتی بین مردم. فقط اظهرت دراسات كثيره ان التدخين يعرض الصحه لكثير من الاخطار. اظهرت الدراسات، ظاهر کرده نتیجه مطالعات پژوهش ها. دراسات معنای پژوهش ها و بررسی های علمی که تدخین، سیگار کشیدن، یعرض صحته، یعرض، یعرض یعنی قرار دادن، واقع کردن، سلامتی انسان رو به خطر میندازه، قرار میده. و انه سبب لکثیر من الامراض، سبب خیلی از بیماری ها هست، مثل امراض القلب و سرطان ریه. ریه این همون کلماتی نامش فارسی هست، و التهاب الرئوی، التهاب هم که عفونت هست، عفونت باز هم ریه. کما انه یسبب الشیخوخه و یزید نسبت الوفیات، سبب شیخوخه یعنی پیری، پیری زودرس البته منظورش هست، و یزید نسبت الوفیات، به صورت نسبت تناسب مرگ و میر رو هم بالا میبره. صحیح ان کل شیء بقضاء الله و ان الموت والحیات والمرض والصحه كلها بيد الله، ولكن يجب ان نتذكر دائما ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. تو اینجا فکر کنم موضوع زیاد مشکل نداشت. آیه ای که خون میگه پروردگار متعال میگه که خودتون رو با دست خودتون در هلاکت نندازید، به یقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، خودتون رو به کشتن ندید. و تدخین و قتل للنفس و انتحار بطی، انتحار یعنی خودکشی، بطی یعنی کند، بطی یعنی کند، انتحار یعنی خودکشی. فکر کنم عربی در فارسی هم ما میگیم انتحاری، همون خودکشی هست. کما انه ضرر به اجماع الاطباء والعقلاء، اینم روشن هست. و رسول صلی الله علیه و سلم یقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، این هم قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است که نه ضرر به خودتون میرسونید و نه به دیگران. و قد لوحظه ان نسبت وفات المدخنین تزداد و بزدیاد استهلاک سجائر، سیجار همون سیگار خودمون است، استهلاک یعنی کاربرد. خب ادامه متن رو هم نگاهی میندازیم با هم. طبقا لتقریر منظمه الصحه العالمیه، بر اساس گزارش، تقریر یعنی گزارش، منظمه الصحه العالمیه، سازمان جهانی بهداشت. فإن التدخين أخطر وباء عرفه الجنس البشري، وباء به معنای بیماری واگیر، عرفه الجنس البشري، جنس بشر اون رو شناخته، بهترین بیماری واگیری است که انسان اون رو شناخته. الوفیات ناتج عنه تعد اکثر الوفیات، مرگ و میرهایی که
در نتیجه سیگار وجود داره بیشترین مرگ و میر رو به خودش اختصاص میده. التي عرفها تاریخ الاوبئه، تاریخ الاوبئه تاریخ وباها، وبا در واقع بیماری های واگیر هست، بیماری های همگیر هست، بیماری های منتشر هست، خصوصا فی الدول الفقیره، به طور خصوص در کشورهای فقیر، حيث تنشر شرکات الطبغ دعایاتها، شرکات الطبغ، طبغ اون تنباکوی خودمون هست که اختصارش کردن طبغ، در عربی میش میگن طبغ یا طبغ، دعایات به جمع دعایه هست و دعایه به معنای تبلیغات هست. در کشورهای فقیر این تبلیغات آزاد هست، تبلیغات میشه، مردم هم بر اساس تاثیرپذیری از تبلیغات سوء این شرکت ها در دامن سیگار میفتن. و تبیع اسوأ انواع السجائر و اخطرها، بدترین نوع سیگار و خطرناکترینشون رو هم با این تبلیغات میفروشن. و فی کل هذا دلیل على خطر التدخین على البشریه، فهل يدرك صغار الشباب بصفة خاصة وما ينتظرهم من أخطار وأضرار إذا مارسوا التدخين وأقدموا عليه؟ فهل يدرك صغار الشباب، آیا درک میکنن این موضوع رو نوجوان ها، صغار و شباب یعنی نوجوان ها، جوان های کوچک، بصفة به طور خاص، ما ينتظرهم من أخطار وأضرار، اون چیزی از خطرها در انتظار اونها هست، از ضررها در انتظار اونها هست، اذا مارسوا التدخين، اگر سیگار کشیدن رو اعمال بکنن. مارسه یمارسو یعنی انجام دادن، دخن یدخنو هم میاد، اذا دخنو یا تدخنو، و اذا مارسوا التدخين، هر دوشون درست هست، و اقدمو علیه و بهش اقدام بکنن، اقدام به سیگار کشیدن میکنن، آیا میدونن که چه خطرهایی در انتظارشون هست؟ نتیجة لكل ما سبق فإن المدخن يقتل نفسه بنفسه كما ثبت أن ضرر التدخين يتعدى المدخنين أنفسهم إلى بقية أفراد المجتمع. خب نتیجة این میبینیم که اولا که سیگار کش خودشو به قتل میرسونه، به همین صورت ثابت هست که ضرر سیگار کشیدن یتعدى یعنی تعدی پیدا میکنه، منتقل میشه از سیگاری الى بقیه افراد المجتمع، به بقیه افراد جامعه، من المجاورین المدخرین، افرادی که در کنار سیگار کشها وجود دارن. فتدخین و ضرر متعد، تدخین یک ضرر واگیر هست، متعدی هست، یعنی به دیگران منتقل پیدا میکنه. لان دخان متصاعد من افواه المدخنین، چون دخان یا دود بلند میشه، تصاعد و بلند شدن، بلند میشه از افواه، معنای جمع همون فم هست، فم افواه، از دهن سیگاری میاد بیرون. و یستنشقه من حولهم دون اختیار منهم، یستنشق یعنی استنشاق میکنه، افرادی که در اطرافش هستن بدون اختیار. والحرية الشخصية هنا تتعارض مع حقوق المجتمع، حرية آزادی شخصی در اینجا در تعارض با حقوق جامعه قرار میگیره. مجتمع معنای جامعه، المجتمع معنای جامعه. و کم من حریق شب به سبب المدخنین، و چقدر زیاد آتشی صورت گرفته، آتش هایی رو برافروخته شده به خاطر سیگاری که اشتباها در جای انداخته و آتشی رو به بار آورده. و کانت اضراره جسیمه، جسیم یعنی بزرگ، عظیمه، جسیم از جسم هست ولی معنای عظیم، اضرار بسیار زیادی رو به بار آورده. ينفق المدخنون اموالا كثيره على السجائر، آدمای سیگاری اموال بسیار زیادی رو انفاق میکنن، یعنی مصرف میکنن بر سیگار. ولا ياخذون مقابل ذلك الا ضررا وخساره، و در مقابل این بجز ضرر و خسارت چیزی دیگه رو دریافت نمی کنند. و قد وجد ان ما ينفقه 60 مليون مدخن في امريكا يكلف 4 مليارات دلار في العام. این دریافته شده. و قد وجد ان ما ينفقه، اون چی که صرف میکنن، انفق ينفقه یعنی صرف کردن، مصرف کردن، 60 مليون سیگاری در امریکا برابر هست، يكلف 4 مليارات دلار في العام، یعنی در هر سالی، عام یعنی سال، در هر سال برابر است با 4 میلیارد دلار، یعنی مصرف 60 میلیون سیگاری میشه متاسفانه. و میگه در ادامه میگه تزداد المصیبه، این مصیبت و این
آرزه اضافه میشه انگامی که یکون المدخنون من اسر الفقیر، وقتی که از خانواده های فقیر هستند، من اسر الفقیر التي تستهلك السجائر اکثر دخل، این افراد خانواده فقیر اکثر دخل اونها رو در واقع سیگار به خودش اختصاص میده. در انتها میاد و بحث حرمت این رو در شریعت اسلامی مطرح میکنه. الان میاییم با هم این متن رو بر اساس اون چی که وجود داره گوش میکنیم، فقط سعی کنید که خوب گوش کنید که مطلب رو بگیرید. استمع الى النص. من اضرار التدخين انتشر التدخين وكثرت نسبة المدخنين في هذا العصر مما ينذر بازدياد المشكلات الصحية بينهم، فقد أظهرت دراسات كثيرة أن التدخين يعرض الصحة لكثير من الأخطار، وأنه سبب لكثير من الأمراض مثل أمراض القلب وسرطان الرئة والالتهاب الرئوي، كما أنه يسبب الشيخوخة ويزيد نسبة الوفيات. صحيح أن كل شيء بقضاء الله، وأن الموت والحياة والمرض والصحة كلها بيد الله، ولكن يجب أن نتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والتدخين قتل للنفس وانتحار بطيء، كما أنه ضرر بإجماع الأطباء والعقلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وقد لوحظ أن نسبة وفاة المدخنين تزداد بازدياد استهلاك السجائر. طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن التدخين أخطر وباء عرفه الجنس البشري، والوفيات الناتجة عنه تعد أكثر الوفيات التي عرفها تاريخ الأوبئة، وخصوصا في الدول الفقيرة، حيث تنشر شركات التبغ دعاياتها وتبيع أسوأ أنواع السجائر وأخطرها. وفي كل هذا دليل على خطر التدخين على البشرية. فهل يدرك صغار الشباب بصفة خاصة ما ينتظرهم من أخطار وأضرار إذا مارسوا التدخين وأقدموا عليه؟ نتيجة لكل ما سبق، فإن المدخن يقتل نفسه بنفسه، كما ثبت أن ضرر التدخين يتعدى المدخنين أنفسهم إلى بقية أفراد المجتمع من المجاورين للمدخنين. فالتدخين ضرر متعد، لأن الدخان المتصاعد من أفواه المدخنين يستنشقه من حولهم دون اختيار منهم، والحرية الشخصية هنا تتعارض مع حقوق المجتمع. وكم من حريق شب بسبب المدخنين وكانت أضراره جسيمة. ينفق المدخنون أموالا كثيرة على السجائر، ولا يأخذون مقابل ذلك إلا ضررا وخسارة. وقد وجد أن ما ينفقه 60 مليون مدخن في أمريكا يكلف 4 مليارات دولار في العام. وتزداد المصيبة عندما يكون المدخنون من الأسر الفقيرة التي تستهلك السجائر أكثر دخلها، فتترك هذه الأسر الأشياء الضرورية وتشتري السجائر، وفي هذا إضاعة للمال. وقد نهى الإسلام الإنسان عن إضاعة المال فيما لا فائدة فيه. لكل هذه الأسباب وغيرها، جاء الدين الإسلامي بالنهي عن التدخين وتحريمه، لأنه بهذه الصفة لا يكون من الطيبات التي أحلت لبني آدم، بل هو من الخبائث التي حرمت عليهم. قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بله، ده مطلب رو تقریبا با هم گرفتیم. بعد از این مطلب تمرین هایی وجود داره که تقریبا در ارتباط با موضوع هست و در واقع وقت هم تموم هست،
ولی نگاهی به تمرین های تمرین ها میتونیم سریع بندازیم ببینیم که کدوم یکی از اینها درست هست. اولین جمله ای که آورده میگه سرطان و رئه تسببه التدخین، بله درست هست. دوم تستهلك السجائر اکثر داخل الاسر الفقیره، درست هست. اکثر داخل الاسر الفقیره ينفق على سجائر، این اگر اینا در واقع سیگاری باشند در غیر این صورت درست نیست. التدخین من الطیبات فی نظر الاسلام غلط هست، اشتباه هست. اکثر وفات التدخین تكون فی الدول الفقیره، باز هم درست هست. تمرین بعدی هم در واقع نوعی جواب صحیح از بین سه نمونه جواب هست که براتون اولین جمله که آورده میگه اخطر و مرضین یسببه تدخین هو ایشین، خطرناکترین بیماری که به خاطر سیگار صورت میگیره چی هست؟ سرطان هست. به طور طبیعی الهدف الرئیس من دعای شرکات تدخین، هدف اصلی شرکت های دخانیات چی هست؟ طبیعی است که اموال هست، مال مردم رو میخوان بچاپن. الثالث فی التدخین ضرر علی عیشین علی المدخن والمجتمع. والرابع تزداد نسبه الوفيات بین المدخنین بزیاد استهلاك السجائر، بعد اندازه سیگار بیشتر مصرف شه نسبت وفات هم بیشتر میشه. آخر شی عدد المدخنین فی امریکا کم 60 میلیون. این بود تمرین این دوم این بخش از کتاب. انشاءالله که بقیه تمرین خودتون حل میکنید و با شنیدن بیشتر این متن مطالب و یا کلمات جدید رو هم به همین صورت به خاطر میسپارید. از یاد نبرید که دروس ما در سایت شبکه جهانی نور وجود داره، میتونید مراجعه کنید و اونها رو دانلود کنید و با مراجعه هرچی بیشتر مطالب رو به خاطرتون بسپارید. همه شما رو به الله متعال میسپارم و آخر در الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.